وزیر کشور آلمان از آغاز تحقیق و تفحص پلیس و نیروهای امنیتی این کشور از مراکز مشکوک به فعالیت های خبر داد. توماس دومیزر در این باره گفت طی چند روز گذشته 190 مرکز در شهرهای مختلف آلمان مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است. وی تاکید کرد اطلاعاتی در دست است که برخی اعضای فعال مراکز به بهانه توضیح قرآن دست کم 140 جوان را فریب داده و آنها را به گروه روسیه داعش جذب نمودند. وزیر کشور آلمان خاطر نشان کرد دستگیری ها، تحقیق و تفحص ها به خاطر توضیح قرآن یا ترجمه آن نیست بلکه به خاطر تبلیغات مسمومی است که عناصر برخی از این مراکز به نام اسلام و در راستای ترویج افرادگرایی و خشونت به کار بستند این عملیات گسترده تنها یک هفته پس از آن صورت پذیرفت که پلیس این کشور از دستگیری پنج مبلغ داعشی در آلمان خبر داد طبق گزارشی که سرویس های امنیتی آلمان در ماه می میلادی منتشر کردند از مجموع 820 شهروند این کشور که به سوریه و عراق سفر کرده و به صفوف سنی های داعش پیوستهاند تا کنون 140 تن به هلاکت رسیده و یک سوم افراد باقی مانده به کشور بازگشتهاند.